به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید. به شما شنوندگان بسیار ارجمند برنامه به دنبال خورشید در هر جایی که صدای ما را از طریق شبکه سراسری پرژن رادیو میشنوید، درود میفرستم، سلام میکنم و اگر میلاد حضرت مسیح رو جشن میگیرید بهتون در حقیقت مری کریسمس میگوییم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو در پیش روی داشته باشید که فردا هست. البته فرخ جاوید هستم که همراه با آقای آلن ابراهامیان دوست عزیزم از این لحظه به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه با شما خواهیم بود با کلی مطالب شامل خبرها هست، خبرهای مربوط به آمریکا و اصلا کریسمس و همچنین آمریکا و بعدم گزارش هوا و سال و سال خواهیم داشت و خبرهای پزشکی از پی خواهد اومد. در ساعت 11:30 امروز ما با آقای دکتر علی اکبر جعفری خواهیم بود، 11:30 به وقت غرب آمریکا البته، و ایشون در ارتباط با کریسمس با ما صحبت میکنن و سه مرد خردمند و بقیه قضایا با ما حرف خواهند زد و اطلاعاتی در اختیار ما قرار خواهند داد. بعد از اون مطالب دیگری داریم. امروز به مناسبت در پیش بودن کریسمس یک داستان عاطفی هم داریم که خدمتتون عرض خواهد شد. بعدا میپردازیم امیدواریم به قسمت چیستان‌ها و مطالب متفرقه. از شما دعوت میکنم ابتدا به خبرهای این ساعت ما توجه فرمایید. امروز سه‌شنبه سوم دی 1392 خورشیدی و برابر است با 24 دسامبر 2013 میلادی. مهمترین خبرهای ما از این قرار می باشند. پاپ فرانسیس روز گذشته به دیدار پاپ بازنشسته بندیکت 16 رفت و آن دو کریسمس را به یکدیگر شاد باش گفتند. آن دو در حالی که جامعه سفید رنگ یکسانی بر تن داشتند در اتاق نشیمنی که در خانه ایام بازنشستگی بندیکت قرار دارد با هم به گپ و گو پرداختند. آن دو همچنین در کلیسای کوچک منظم به این خانه نیایش کردند. شاید این نخستین باری باشد که یک پاپ شاغل با یک پاپ بازنشسته در آستانه کریسمس ملاقات میکند. و اما در بیت لحم، جایی که به گفته بایبل زادگاه عیسی مسیح بوده، هر سال در روز قبل از کریسمس ده ها هزار نفر از مسیحیان گرد می آیند تا در مراسم شب زایش او در این محل حضور داشته باشند. جشن شب زایش مسیح با رژه و نیایش و عبور بابا نوئل همراه بوده است. در رژه امسال یک گروه از فلسطینی ها و پیشاهنگان فلسطینی با تبل و شیپور در میدان مرکزی شهر رژه رفتند. اسرائیلی ها در اطراف بیت لحم یک دیوار امنیتی کشیدند، اما دروازه این دیوار بلند به مناسبت کریسمس گشوده بود و سه دروازه آن گشوده بود تا جهانگردان بتوانند به محل زادگاه مسیح بروند. و اما با نزدیک شدن نیمه شب امشب که شب زایش پیامبر مسیحیان است، آخرین ساعت خرید هدایای کریسمس نیز فرا رسیده است و امروز هم بسیار از مشتریان حتی پیش از برآمدن خورشید به فروشگاه ها مراجعه کردند. بعضی از مغازه ها مانند تویز آر آس از شامگاه یک شنبه باز بودند. ضمناً اگر امروز یا حتی فردا قصد مسافرت هوایی دارید، هدایای خریداری شده را با کاغذ کادو نپیچید، زیرا در فرودگاه باید آنها را به خاطر امور امنیتی باز کنند.
امروز سه‌شنبه 24 دسامبر شب کریسمس آخرین روز برای ثبت نام در سیستم بیمه درمانی اوباماکر است. به این ترتیب کسانی که تا نیمه شب امشب نام نویسی کنند از اول ژانویه یعنی 8 روز دیگر می توانند زیر پوشش آن قرار گیرند. برای نام نویسی از طریق اینترنت می توان به وبسایت healthcare.gov مراجعه نمود و یا با تلفن با آنان تماس گرفت. قرار بوده که ضرب العجل نام نویسی نیمه شب دیشب باشد ولی آن را 24 ساعت دیگر تمدید کردند. بازار سهام داو جونز در نیویورک دیروز از رونق خوبی برخوردار بود. شاخص میانگین بهای سهام در این بازار در پایان وقت اداری در حد 16294 واحد بسته شد که 73 واحد بیشتر از پایان وقت اداری آدینه بوده است. بازار داو جونز امروز از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یعنی بیش از یک ساعت پیش تعطیل شد. فردا کریسمس است و همه رفتند به دنبال کریسمس. و اما صدها هزار نفر از خانه‌های مناطق شمالی آمریکا و جنوبی کانادا در دو طرف مرز در حالی به استقبال کریسمس می‌روند که در خاموشی فرو رفتند. قطع شدن برق به دنبال ریزش برف سنگین و یخبندان پدید آمده است. در کانادا نزدیک به 400 هزار خانه و در آمریکا 390 هزار خانه اکنون بدون برقند و بدتر از همه آنکه برای بیشترین این خانه‌ها تا پس فردا پنجشنبه هم برق بی برق. سردترین مناطق آمریکا دیروز ایالت‌های میانی بودند، داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی. هوای دیروز با خود در ایالت‌های غرب میانه و شمال شرقی نیز برف و باران یخ برمغان آورد و شرایط خطرناکی پدید آورد تا آنجا که چند نفر در جاده ها کشته شدند. طوفانی که همراه با این جبهه آمده درختان و دکل‌های برق فشار قوی را در بسیاری از جاها بر زمین انداخته است. و ما در فضای بالای سرمان از اندکی پس از نیمه شب گذشته به وقت غرب آمریکا دو تن از فضانوردان ایستگاه بین‌المللی فضایی یا ISS برای تعمیر دستگاه خنک کننده ایستگاه که چندین روز است از کار افتاده در خلاء دست به مانور زدند و این کار 5 ساعتی به طول انجامید تا دستگاه معیوب را که به اندازه یک یخچال است از بدنه ایستگاه جدا کنند. هر دو فضانوردی که در فضا راهپیمایی کردند آمریکایی بودند. ناسا میگوید که ماموریت آنان با موفقیت انجام شده و احتمالاً دیگر نیازی به راهپیمایی سومی وجود نخواهد داشت. ادوارد سنودن، کارمند پیمانی پیشین NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا، گفت بسیار خوشحال است که به هدف خود رسیده است. سنودن همان کسی است که با اسناد خود برای مردم آمریکا فاش کرد که چگونه دولت مکالمات تلفنی و مکاتبات اینترنتی آنان را زیر ذره بین قرار داده است. سنودن به واشنگتن پست اظهار داشت هرچند که به روسیه پناهنده شدم ولی پیشاپیش در مبارزه هایم با جاسوسی برنده هستم. او در روسیه با این روزنامه مصاحبه کرد. سنودن که 30 سال سن دارد هرچند از سوی دولت مورد اعتراض قرار گرفته اما در آمریکا هزاران نفر از مردم به خاطر افشاگری هایش مورد حمایتش قرار دادند. به عنوان مثال روی یکی از اتوبوس های شهری در واشنگتن پوستر بسیار بزرگی به اندازه بدنه اتوبوس نصب شده و ضمن چاپ عکس سنودن این عبارت در کنارش به چشم می‌خورد: ما مردم، اشاره به قانون اساسی آمریکاست که میگه وی دی پیپل، ما مردم با دولت جاسوس مخالفیم و میگوییم که سپاسگزاریم. ادوارد سنودن. و بالاخره آنکه 12 روز پیش دختر 13 سالی را در اوکلند کالیفرنیا مورد عمل تانسیلکتومی یعنی درآوردن لوزه ها قرار دادند. این عمل در بیمارستان کودکان شهر انجام گرفت اما دخترک بر اثر عوارض جنبی ناشی از این عمل حالش به شدت وخیم شد و اعلام کرده که از لحاظ مغزی مرده است و از این رو او را به دستگاه حفظ حیات متصل کردند. بعد از این مدت بیمارستان می خواهد که اتصال دخترک به دستگاه را قطع کند ولی خانواده او رضایت نمی دهد و به دادگاه رفته است. قاضی دادگاه دیروز دستور داد که این کار تا 1 هفته به تعویق بیفتد تا وضع جسمی دخترک مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این هم از عمل لوزه.
با من دوستان عزیز بپردازیم به گزارش وضع هوای امروز. آسمان امروز لس آنجلس به طور کلی آبی آفتابی است. حداکثر گرمای هوا به 75 درجه خواهد رسید در مرکز شهر که به اندازه دیروز است و حداقل گرمای امشب 52 درجه پیش بینی شده است. گرمای هوای فردا حتی از امروز 3 درجه بیشتر خواهد بود ولی آسمان اندکی ابری خواهد بود. در شهر نیویورک حداکثر گرمای هوای امروز 41 درجه خواهد بود، تا حدی آسمان ابری است. حداقل امشب 24 درجه است. حداکثر گرمای هوای فردا حداکثر آن از امروز هم 11 درجه کمتر و در حد 30 درجه پیش بینی شده است با آسمانی آفتابی. در شهر استکهلم سوئد امشب حداقل گرمای هوا 6 درجه سانتیگراد است با آسمانی بارانی و در حقیقت 60 درصد احتمال باران وجود دارد، فردا 70 درصد. و فردا حداکثر گرمای هوا فقط 1 درجه از حداقل امشب بیشتر است، یعنی 7 درجه سانتیگراد خواهد بود. در تهران امشب حداقل گرمای هوا منهای 2 درجه سانتیگراد است و حداکثر گرمای هوای فردا به 8 درجه سانتیگراد خواهد رسید با آسمانی آفتابی. کیش و جاسک امروز گرمترین شهرهای ایران بودند، مناطق ایران بودند با 23 درجه سانتیگراد حداکثر و بدون بالا آن دو چابهار قرار داشته است. سقز و سراب سردترین جاهای ایران بودند با منهای 24 درجه سانتیگراد. منهای 24 درجه سانتیگراد و خوی بعد از آنها بود است. طول روز امروز در لس آنجلس 953 دقیقه است، در نیویورک 915 دقیقه است، در استکهلم 605 دقیقه فقط بود است. 605 دقیقه و در تهران 944 دقیقه بود است. کره ماه امشب 59 درصد از سطح خود را نشان می‌دهد. دوستان عزیز بپردازیم به ساروس های برنامه امروزمون که 24 ماه دسامبر است. داریم به سراغ واسکو دا گاما. واسکو دا گاما مکتشف پرتغالی در سال 1460 به دنیا آمد و در روزی چون امروز 1524 از دنیا رفت. دا گاما در اصل اکتشافات دریایی یکی از موفق ترین مکتشفان و نیز فرمانده اولین کشتی هایی بود که از اروپا به مقصد هند لنگر برکشیدند. اون نخستین اروپایی است که از راه دریا به شبه قاره هند رسید. همین کار او راه را برای پرتغالی‌ها هموار کرد تا یک امپراتوری کلونیالیستی در حقیقت در اروپا در قاره آسیا به وجود آورند. واسکو دا گاما در می 1498 به سواحل هند رسید و به راه‌های افسانه تجارت ادویه دست یافت. این ادویه بیشتر در آن زمان عبارت بود از فلفل و دارچین ولی بعداً به سایر مواد گسترش یافت. واسکو دا گاما دست کم 3 بار از پرتغال تا هند سفر کرد و برگشت. در حقیقت کوچکترین ایالت هند که گوا باشد به نام یکی از بندرهای آن به نام واسکو دا گاما به خاطر او نامگذاری شده است. همچنین یکی از گودالهای بزرگ کره ماه به نام واسکو دا گاما است. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Howard Robert Hughes Jr. تجارت پیشه بزرگ، سرمایه‌گذار، هوانورد و مهندس هوافضا
همینطور فیلمساز و مردم دوست آمریکایی در روزیشون امروز زاده شد در 1905 و در سال 1976 از جهان رفت. هیوز یکی از ثروتمندترین مردم روزگار بود. او به عنوان سینماگر فیلم‌های ساخت مانند فرشتگان جهنم و یاقی. او به عنوان هوانورد چند رکورد جهانی بر جا گذاشت. هیوز هواپیماهایی ساخت که به نام سپروس گوس معروف شد. او مالکیت شرکت هواپیمای TWA را به دست گرفت و آن را گسترش داد که بعداً با امریکن ایرلاینز ادغام گردید. هیوز همچنین به خاطر رفتارهای غیرعادیش و نیز شود که در سال آخر عمرش به دلیل شیوه زندگی خیش که دوست داشت در لاک انزوا باشد معروف گردید و بخشی از این شیوه به سبب اختلال وسواس فکری یا عملی Obsessive Compulsive Disorder بود است. هاوارد هیوز با بسیار از زنان معروف معاشرت داشت زمان خود مانند بت دیویس، آوا گاردنر، اولیویا دو هاویلند، کاترین هپبورن و جنیفر راجرز. عرشبت که استودیو فیلمبرداری RKO اگه یادتان باشد با متنی که تبل رو به صدا در میده سنجی رو به صدا در میورد بسیار بزرگ RKO اسمش بود، این متعلق به هاوارد هیوز بود است. هیوز در حادثه سقوط هواپیما کشته شد. و اما دو نفر هم بهشون اشاره کنم خیلی مختصر و مفید. یکی آوا گاردنر بود که در 1922 زاده شد، هنرپیشه آمریکایی و 68 سال زیست، و دیگر حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان که امروز 75 سالی می شود. ضمناً اشاره کنم که آقای هوشنگ نیستانی در یک پیام برای من یادآور شدند که استاد بزرگ موسیقی ایران ابوالحسن صبا در 15 آفریل 1902 زاده شده بود و در 19 دسامبر 1957 هم از جهان رفت. حق با آقای نیستانی است و افسوس که من خیلی دیر از پیامشون آگاه شدم، وگرنه همان روز 19 دسامبر حتما باید به استاد بزرگ شود که ابوالحسن صبا اشاره میکردم. استاد صبا که علاوه بر آهنگسازی در نواختن ویولون و ستار شیر دست بود، به راستی که حق بسیار فوق‌العاده‌ای دارد بر موسیقی ایران زمین. ممنونم از آقای نیستانی عزیز و ما ساروس‌های امروزمون. در سال 1851 بر اثر وقوع یک آتش‌سوزی بزرگ در کتابخانه کنگره آمریکا 35,000 جلد کتاب از بین رفت. در سال 1865 عده‌ای از نظامیان سابق آمریکایی فرقه نجات پرستی را به نام کو کلاکس کلان را در تنسی در آمریکا پدید آوردند. در سال 1871 اپرای آیدا اثر جوزپ وردی برای نخستین بار در قاهره مصر به اجرا گذاشته شد. در سال 1943 ژنرال دوایت آیزنهاور به فرماندهی کل نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم گمارده شد. در سال 1968 فضانوردان آپولو 8 در حالی که در مدار ماه در گردش بودند، شبد که به مناسبت شب کریسمس از اونجا بخشی از کتاب مقدس رو خواندند. و بالاخره اینکه در سال 2009 در کلیسای سنت پیتر واتیکان زنین در شب کریسمس در شب مثل امشب از روی حصار کوتاهی که در سالن اصلی چیده شده بود به آن سو پرید و به پاپ بندیکت 16 که در مراسمی مشغول راه رفتن بود حمله کرد و او را بر زمین انداخت. پاپ صدمه‌ای ندید. خب دوستان عزیزم، این بود مجموعه خبری امروز برنامه دنبال خورشید. فردا کریسمس است، از شما دعوت میکنم به یک آهنگ کریسمسی توجه فرمایید.
یه عرشبت که بین کراسبی خواننده بسیار قدیمی امیدواره مورد پسند قرار گرفته باشد. برویم به سراغی حداقل دو خبر پزشکی و خبر متفرقه. میان دو جنس آدمیزاد یعنی مرد و زن 1001 اختلاف وجود داره. 1001 در حقیقت تفاوت عمده وجود داره که همه میدونیم. این تفاوت ها هم جسمی هست، هم روحی هست و غیر و ذالک. اما اکنون این تفاوت ها حداقل به 1002 رسیده است. تفاوت جدید ارتباط با واکسن ها هست. پژوهشگران گفتند که بدن مردها عموماً نسبت به انواع مختلف واکسن ها واکنش ضعیف‌تری نشون میدن. یکی از اونها مثلا مربوط به بیماری تب زرد هست یا یلو فیبر، همینطور هپاتیت یا هپاتایتیس، مخملک یا میزلز و اوریون یا مامس. تفاوت مرد و زن از لحاظ واکنش به واکسن ها در مورد واکسن آنفلوانزا هم صادق است. پژوهشگران در مقاله که در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences نوشتند این تفاوت رو مرتبط به مجموعه ژن هایی میدونن که به وسیله هورمون تستوسترون تحت کنترل قرار میگیرن. میدونیم که میوه های سخت پوست مثل گردو، بادام، فندق، پسته، بادام زمینی، پینات، کشیو که من نمیدونم به فارسی چی هست و همینطور پیکان که بهش میگن گردوی آمریکایی میگن و نظر اینها در حقیقت اینها رو به زبان انگلیسی بهش چی میگن؟ nuts nuts. و روز گذشته گزارشی تازه منتشر شد که شنیدنی است. مادرانی که در دوران بارداری ناتس میخورن، همین میوه‌های سخت‌پوست رو که عرض کردم میخورن، بچه‌هاشون به احتمال کمتری نسبت به این نوع میوه‌ها حساسیت پیدا میکنن و به عبارت دیگر نات آلرژی اونها کمتر است به احتمال زیاد. پژوهشگران آمریکایی بعد از اینکه بیش از 8000 کودک و مادرانشون رو از لحاظ تندرستی و خورد و خوراک سال‌ها زیر نظر قرار دادند، این گزارش رو در نشریه جاما پدیاتریکس چاپ کردند. به نوشته اونها وقتی که جنین در رحم مادر میگه مادر در رحم مادر از طریق خون او در معرض برخی از مواد غذایی قرار میگیرد، نوعی مقاومت طبیعی پیدا میکنند. اشاره کنیم که تعداد کودکان حساس به بادام زمینی یا پیناتس طی 2 دهه اخیر در آمریکا 3 برابر افزایش یافته است. و ما با استفاده از این فرصت به چند واقعیت اشاره کنم که این واقعیت ها رو ما تا هفته پیش نمیدونستیم ولی اکنون میدونیم. اول اینکه پرواز شرکت هواپیمای کانتاس استرالیا از شهر سیدنی به شهر دالاس در تگزاس آمریکا درازترین خط پرواز تجاری در جهان است. مسافت این پرواز و خطی که طی میکنه 13790 کیلومتر است. به سیستم آمریکایی 8568 مایل. این بلندترین خط دراست، طولانی ترین خط پرواز است در جهان. دومی که مادران معمولاً بر این پندارن که کوچکترین فرزندشون کوتاهتر از آن است که قبل واقعا هست، هرچند که قد و اندازه فرزندانشون رو میدونن، اما همیشه بر این پندارن که بچهشون کوتاهتر از اون هست که باید باشه. نمیدونم چرا. سومی که خوردن یک سیب، این رو ما تو برنامه من گفتیم، خوردن یک سیب در روز، البته روز یک سیب، واقعا پزشک رو دور نگه می‌داره از انسان، مخصوصا وقتی که شخص از 50 سال به بالا سن داشته باشه. چهارمی که پنگوئن‌ها برای اینکه گروه خودشون رو گرم نگه دارن در اون سرمای یخبندان قطب جنوب، در موقع راه رفتن مثل ترافیک پرتراکم اتومبیل‌ها در خیابون‌ها عمل می‌کنند. یعنی که حرکاتشون یک سری عملیات بیست و برو هست، stop and go
میرن وام میسن، میرن وام میسن، گرمشون بشه. پنجم میگه چای در فرانسه بیشتر از قهوه در بریتانیا محبوب است. ششم میگه از هر 200 زن جوان آمریکایی یک نفر میگوید در حالی که هنوز باکره بوده آبستن شده است. و هفتم میگه بریتانیایی ها بیشتر از مردمان سایر کشورها به نسبت جمعیتشون کارت های سنتی میخرند و میفرستند. عرض شود که قبل از که در یک دقیقه دیگه حدوداً یک دقیقه خورده دیگه بریم به سراغ آقای دکتر جعفری، آقای دکتر علی اکبر جعفری، بله، اشاره کنم جوابی رو داده باشم به دوست عزیزی که دیروز من زنگ زدن و تور شب یلدا رو خواستن، بهشون اشاره میکنم. میدونیم که شب یلدا در حقیقت طبق تقویم خودمون 30 آذر هست به اول دی، خب که خزان تموم میشه، فصل پاییز تموم میشود و زمستان شروع میشود. تور شب یلدا شود که در لس آنجلس بوده از 14 ساعت و 7 دقیقه تور شب یلدا بوده است و تور روز کوتاه‌ترین روز که 30 آذر بود 9 ساعت و 53 دقیقه که جمعش بزنه میشه 24 ساعت تمام. تور شب یلدا در تهران شود 14 ساعت و 16 دقیقه بوده است و تور روز 9 ساعت و 44 دقیقه بوده است که هم جمعش بزنیم به همون عدد 24 خواهیم رسید. خب دوستان ارجمند، ما از این لحظه با دوست ارجمندمون هستیم، دوست فرهیختمون، پژوهشگر و نویسنده و سخنور خوب، در جای مختلف سخنرانی میکنند و متخصص ارشد که مسائل مربوط به ایران باستان مخصوصا آقای دکتر علی اکبر جعفری هستن و من ازشون استدعا کردم که در آستانه فرارسیدن روز کریسمس، که شب کریسمس امشب از فردا روز کریسمس، در ارتباط با کریسمس و ارتباط آن با فرهنگ ما در حقیقت یا تاریخ ما یه چیزی هست و اون سه مرد خردمند با ما صحبتی داشته باشن. خدمتتون سلام میکنم آقای دکتر جعفری عزیز. قربان، درود بر شما، درود بر شنوندگان گرامی. ممنونم. به همچنین ما یه چیزایی خصوصا در این آمریکا میشنویم که هنگامی که عیسی، یا باید گفت یوشوا به آرامی، و که یسوع شده به زبان اون چیزی که نوشتن به فارسی که حضرت عیسی مسیحه، این هنگامی که به دنیا اومده بود و چون کسی بود که باید گفت فرزند خدا و از خدا آمده بود، سه تن از شاهان، یکیش شاه آفریقایی سیاپوست، یکی هم شاه آسیای سبز رنگ، و یکی هم از اروپا سفید و سرخ، اینها آمدند و هر کدومشون رو هنگامی هم که نگاره هاشون میبینیم، میبینیم نگاره ها با تاج و با پوشاک
پادشاهی هست. بله. و هر ستاشون آمدند و این سه چیز میدن که یکیشون طلا میده، یکیشون هم کندر، بله، بوی خوشی داره، یکی هم مر که اون هم بوی خوشی داره، یک شیره‌ای هست، هر دوتاشون بوی خوش اینها میدن، این به این فرزند نوزاد میدن و دوباره به کشورهای خودشون برمیگردن. یک کمی یه صد سالی یا کمتر از صد سال بریم، ما میبینیم که این ستا یکیشون شاه ایرانه، یکیشون شاه هنده و یکیشون شاه عربستانه. بله بله. این ستا میان و برخی در همون زمان هم میگفتن اینا شاه نبودند، هر کدومشون دانشمندی بودند. بله. هنگامی که برمیگردیم به ریشه این میبینیم که این از چهار انجیلی که مانده، ما بسیاری از انجیلا بودن داشتیم که همه رو از میان بردند، یه چند تای تازگی ها پیدا شده، ولی در خود کتاب مقدس چهار انجیل داریم و انجیل متا تنها چیزی هست که این داستان میگه که سه تن و واژه مجوس رو به کار میبره که به انگلیسی یکیش مگوس میشه و جمعش مجای. این سه تا مجوس از کشورشون میان که حضرت عیسی رو ببینند و راهنماشون یک ستاره ای هست که دنبال اون ستاره میان و هنگامی هم که میان به شاه رومی اون زمان که هنوز اینها مهرپرست و این بودند، به اون میان و میگن اینطور چیزی هست، اون میگه چی؟ میگن یک شاه پادشاهی که از خدا آمده و اون خودش نمیدونه. اینها با ستاره رو میرن تا همون جایی که حضرت مریم هست در اون خونه، میبینن ستاره رو سر این خونه ایستاد، اینها هم میرن و باید گفت سجده میکنن به حضرت عیسی و این سه چیزو میدن و دوباره بی اون که چون میدونن شاه رومی میخوا این ترکستانی رو بکشه، اینه که یواشکی خودشون دوباره برمیگردن به کشورشون که کشورشون شرقه. خود این نشون میده که اینها هر ستاشون ایرانی بودند، همون مگوس یا مجوس. ما به فارسی امروزی چی داریم؟ مغز داریم، ولی به اوستا مگوان. مگوان یعنی بزرگوار. بزرگوار هم کسانی بودن در دین زرتشتی که باید همه داناترین کسان مردم خود باشن. برای همین هم ما میبینیم مجای
به انگلیسی حتی ماجیک، یعنی باید گفت یا خدا ماجیک. بله شعبده. آره ماجیک یعنی جادو. جادو ها خب. یعنی اینها اینقدر دانشمند بودند که مردمی که اینها رو میدیدن فکر میکردن اینا جادوگرن. کارهایی یعنی در هر کاری که در اوستا ما میبینیم، در درمان، در دانشهای جهان، هرچی، اینها استاد بودند و دانشمند بودند و برای همین برای کسانی اینا جادوگر دیده میشدن، چون کارهایی مثلا یک دوایی به یک کسی میدادن اون ناگهان که ماها بیمار بود ناگهان میدیدیم در دو روز خوب شد. یه کارهایی هست که میبخشید. من در خود هند که بزرگ شدم میدیدم مردم حتی این راه آهن رو میگفتن این جادوه. عجب. یعنی هر چیزی که خودشون نمیفهمیدن میگفتن جادوه. اینها هم این سه مغ رو که از ایران آمده بودند اینه این فهمیدن. از لحاظ این که اینها کی آمدند گفتگو امروزا همونه که همون روزی که به دنیا آمده 25 دسامبر. صحیح. بله. و از خود انجیل ما میبینیم شاید این 2-3 ساله بوده این بچه. آه. که آمده و میبخشید آنچه که من در این باره کار کردم دیدم برای این که تنها کسانی که در اون زمان چشم براه یک کسی که اینها رو رهایی ببخشه، نجات ببخشه بودند و اون هم پس از اون تاخت و تاراج اسکندر مقدونی همش گفتگو از این بود که اون باید از یک دوشیزهی به دنیا بیا و ما میبینیم چون مریم هم دوشیزه هست و این داستانو 100% مردم روم، حالا اون روم، این تکه فلسطین و اسرائیل امروز که در چی هست، در همین خاورمیانه یا خاور نزدیک هست، این خودش در چی رومیا بود و اونها این داستانو میدونستن و امکان داره چنین داستانی ساختند. این افسانه است. این تا اینجا و خود این که طلا یک جا ولی کندر و مر هر دوتاشون خوشبوهایی بود که زرتشتی ها هنگامی که آتش روشن می کردن این خوشبوها را هم روشن می کردن، یعنی بو می دادن که همش اون جاها خوشبو بله. پخش بشه. بله. خود این نشون میده که این سه خردمند و باید همون سه خردمند یا سه بزرگوار، اگر ما واژه مگبن یا مغ فارسی رو ببینیم یعنی بزرگوار، اینها بزرگوار بودند. این سر جای خودش. ولی حالا بیایم ببینیم درباره این که کریسمس چی شد. بله چی شد. ما میبینیم این جشن کریسمس و راستش بپرسید از 354، یعنی 350 سال پس از حضرت مسیح این جشن رو می گرفتند که این
زادروز اونه. یعنی قبل از اون نمی گرفتن جشن و نه؟ نه. خب بله خب. حالا ما هنگامی که اینو نگاهی میکنیم میبینیم که رومیان مهر پرست از یه طرف و خورشید پرست هم از یه طرف. بله. خورشید در اون زمان بلندترین شبی که هی خورشید رو اینا می دیدن کوچیک و روشنیش روز کمتر و کمتر میشه. بله. چنان فکر میکردن که خورشید به مرگ خودش داشت میرفت، ناگهان ما میبینیم از همین شب چله ما یا یلدایی که امروزا میگم درباره یلدام گفتگو میکنیم. بله. این ناگهان ما میبینیم روز به افزایش، روشنی روز به افزایش و شب کم کم چی میشه؟ به کاهش میشه. اینها اون شب و زادروز خورشید شکست ناپذیر، یعنی دیس ناتالیس سولیس اینویکتی، این به لاتین این گفتن، این رو جشن می گرفتن که خورشید دوباره زاده شده. و ما یه چیزای باستانشناسی هم داریم که می بینیم از یک کوه خورشید بیرون میاد و زاده شده، و این همین مهرپرستی و خورشید پرستی رومیان که در ایران نبوده هیچ. در ایران دوباره یک چیزی بگم که مهر که یکی از خدایان پیش از زرتشت بود و پس از اون دیگه ایزدش خواندند که امروزا ایزد و به نام فرشته و این برگرداندند، این فرشتگان هیچ کدومشون یا خدایان هندو ایرانی هیچ کدومشون زادروز و مرد روزشون یا روز مرگشون ما نداریم که نداریم. پس این همون خورشیده که به نزدیک مرگش میرسه و پس دوباره زنده میشه، یک چیز رومی یونانی بود که ما اون جای خودمون میبرسیم. بله بله. خب خب بله. این از این اینها این شب رو جشن می گرفتن، شبی که ما هم در ایران شب چله میگیمش. بله. چله زمستان، ما چله تابستان داریم، چله زمستان داریم که آغاز همون که شب کوچکتر کوچکتر و کوچکتر کمتر کوتاه‌تر میشه و روز درازتر میشه، اینو جشن میگرفتیم. بله. و هنگامی که واژه یه نه تنها ما این شب رو جشن میگرفتیم، بلکه اروپایی ها خصوصا اروپای شمالی که کلتیک میگه میشه، یعنی اینهایی که آبا و نیاکان انگلیس و آلمان و سوئدی و نروژی و اینها هستند، اینها هم این جشن رو میگرفتند و این رو به زبان خودشون، من تلفظ انگلیسی رو میگم، یول تاید، یعنی گردش زمان. اینها این جشن رو میگرفتن یول تاید. خب و زادروز خورشیدم درست به آرامی میبینیم میشه، اینا وقتی که دیدن یول تاید
دیدن یک زمان یک واژه خودشون دارن یلدا. یلدا با آرامی یعنی زادروز. آها بله خب. حالا امروزا ما اون روز رو یلدا میگیم، پس یلدا یک واژه آرامی است که معناش همون زادروز زایشه و این زایش رو آرامی های ترسایی، آرامی های مسیحی به حضرت مسیح بستند. این جای خودش. خب بله ما با وقت دارم یه کمی بله بله بله, بله ده دوازده دقیقه وقت داریم قربان. خواهش. آره ما دین مسیحی یه جنبشکی بود، یه جنبش اینجا اونجا کوشش میکردن مردم و شاهان رومی همینطور با همون خورشید پرستی و مهر پرستی. بله. هر دوشو باید گفت. اینها داشتن تا این که یکی از شاهانشون که پس از پیروزی ها شاهنشاه میشه، امپراتور میشه. بله. و نامش قسطنطین نیست، اما کنستانتین کانستانتین به انگلیسی. خب آره این از در اون زمان این بود و از راستش بپرسید از 306 تا 327 مسیحی، یعنی 300 سال پس از حضرت عیسی این شاهنشاه میشه و این در همین میان کم 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 نخست یک کمی آرام میشه و کوششی میکنه که مسیحی‌ها و اونهایی که همین مهر و خورشید پرست بودن. بله. اینها رو با هم دوست بکنه، ولی در 321 میلادی اعلام کرد که همین چله زمستان. بله. که روز زایش خورشیده، این رو هم مسیحیان و هم اونهایی که مسیح نبودن جشن بگیرن و کم کم خودشم مسیحی شد. این همین که دین مسیحی رو پذیرفت اون را دین رسمی خود خواند. پس ما میبینیم اون مهرپرستی و خورشیدپرستی از میان رفت. با این همه بسیاری از باورها و آیین‌های رنگین آن باور اونها رو این نگه داشت و یکی همین زادروز خورشید شکست ناپذیر را زادروز عیسی مسیح کرد. درست. و همین ما از اون زمان دیگه این روز رو تا امروز داریم که کریسمس زادروز مسیحه و حتی یک داستانی هم درست کردند که درست روز نوروز حضرت مریم باردار شد و 9 ماه و چند روز دیگه که همین چله زمستان اون روز فرزندش رو زایید. هم نوروز رو جشن بگیریم میشه گرفت که یک زمانی ایستر که میگن. بله. یه خود کلمه ایستر نشون میده که از ایست یا از شرق اومدن، از خاور زمین اومدن، یعنی جشن شرقی. بله. این رو اینها گرفتند و میگیرند و هنوز هم ما هم
در این جشن یعنی کار کریسمس به جایی کشیده که باید گفت میلیون که چی، اون واژه بیلیون بیلیون انگلیسی رو به کار ببریم که مردم در جهان امروزا این کریسمس رو جشن میگیرن، چه مسیحی باشن چه مسیحی نباشن. یعنی همین در لس آنجلس میبینیم همه دارن اینو جشن میگیرن، درسته؟ بله، هم از ایرانی و غیر ایرانی. آره همه. آره تو این خونه ما هم بچه ها همه چراغانی کردن که تا خورشید فرو میره اینا چراغا رو روشن میکنن، از بیرون هم با همسایه ها ما همرنگیم. درخت کریسمس هم گذاشتن بچه هاتون یا؟ بله بله، درخت کریسمس رو خونمون هست. این کوچولو که نبیره منه، یعنی نه یا نتیجه منه، این قشنگ همه اینها رو خودش، حالا 11 ساله شده، بله، همه رو این خودش این درخت و براش این گل و نمیدونم این چیزهایی که برق و بله بله زرق و برق میزنه همه رو این کرده، تزیین آلاتش رو او کرده براتون. بله تزیینش کرده درخت رو. اون وقتش درخت طبیعی هست یا درختتون مصنوعی هست آقای؟ نه مصنوعی. آه مصنوعی باز خوب. ما این خیلی سربارو میبرن. راستش بپرسید یکی از کارهایی که باید همه جهانیان بکنن اون اینه که سربای مصنوعی بسازن و این همه درخت رو نبرن. کاج یا سرب منظورتون کاجه؟ همین کاجه. آره کاج، درخت کاجه. بله واقعا این کاش طوری بشه، اگرم میخوان بذارن مصنوعیشو بگیرن، چون هم از نوعی داریم. بله راست که بچه های من در این باره یک کمی باید گفت محتاط هستن، کاری نمی کنن. بله خیلی خوبه، عرشبت که بهشون بگید که حالا این جشن میگیرن، جشن صدر هم بگیرن، نمیدونم جشن نوروز. بله ما جشن صدر، حالا ما هم صدر میگیریم هم این میگیریم. بله. یعنی همین چله زمستان که خودمونیم زیر کرسی می نشستیم و داستانهای شاهنامه و چیزهای دیگه، یه زمانی بود که من بچگی خودم به یاد میارم. خب زیر کرسی می نشستین هم پاتون دراز میکنی دیگه. اون چیزی که گرم بود همون کرسی بود که میتونستیم همونجا هم بخوابیم زیرش. بله. آقای دکتر برگریم سر همون مگاوند، اون سه نفر مرد خردمند یا بزرگوار که گفتیم به زبان ایرانی قدیم میگن در اوستا مگاوند میگن، آیا بقید شما واقعا یک افسانه است یا واقعیتی میتونه داشته باشه؟ نه، خود زرتشت یکی از کسانی هست که فشارش روی خرده، فشارش روی آزادیه و خرد رو در این 1726 بار به کار برده، خرد نیک رو. خب. اون همش دلش میخواد مردم با خرد باشن، یا امروز باید بگیم با سواد باشن، دانشمند باشن. یکی از کارهاشون همینه و یکی از کارهای زرتشت این بود که نخستین آموزشگاه، نخستین مدرسه رو بنیاد گذاشت. پیش از اون کسانی که هنوزم دراویش و اینجاها هستن، اونایی که هنوز اینه نمیدونن، اینه که 3-4 تا شاگرد بیشتر ندارن، 3-4 تا مرید بیشتر ندارن. زرتشت کسی هست که در زمانش ما میبینیم 100 تا دانشجو داشتن. مدرسه ای رو که اون آغاز میکنه که همشون دانشمند بشن، و برای همین کسی که سرپرست خانه یا روستا یا شهر یا
اون چی که امروزا استان میگیم و کشور میگیم باید همشون دانشمند دانشمند باشن و در کارهاشون استاد باشن. اینه که کلمه مگوان بزرگوار یعنی بزرگوار دانا و این رو ما داشتیم. بله سالهای سال اینطور شد و اکنون نیست. برای همین هم این خود فرهنگ ایرانی است که ما کسانی مثل عبوس عبوسینا و نمیدونم کی و همه این همه دانشمندانی که در زمان اسلام بوده همشون ایرانی هن. یعنی یکیشون شما در عربستان ندیدید که اونجا به یک جای رسیده باشه. بله واقعا همشون در ایران بودن. همشون هم نامشون وقتی میبینید همین سینا، سینا نام ایرانی است که از اوستا سینا گرفته که شاهینه، همون شاهین که ما نام شاهین هم داریم. آقای دکتر اشرفی که جالب برای من یه تشابهاتی میبینم، مثلا میگید سینا یا سینا، این اون شبه جزیره سینا هم که میبینیم در خاورمیانه هست اونم سینا خونده میشه، شبه جزیره سینا یا سینا خونده میشه. از طرف دیگه گفتید که در اوستا خرد نیک، این واژه خرد نیک 126 بار تکرار شده. بله و این 126 اصولا در میان ایرانیان کریمی یک واژه، یک عدد مقدس بشه. من در خودمونیم، شما شاهنامه رو ببینید، من درست به یادم نیست که شمردم همه رو، بیش از 800 بار واژه خرد رو فردوسی به کار برده. در جایی که میبخشید نوشته های دیگه رو ببینید کجا چی هست، اینایی که فیلسوف فیلسوف فلاسفه یعنی دوست دانش، همشون این یونانی ها در زمان هخامنشیان بودن. پیش از هخامنشیان ما در یونان یک فیلسوفی هم نداشتیم. نخستین فیلسوفشون که فیثاغورس پیثاغورس فیثاغورس، اون خودش میگفت من شاگرد زرتشت بودم. حالا شاگرد زرتشت بوده یه یک مگوان زرتشتی بوده. ما دانش رو یعنی نمیتونه یک از لحاظ فرهنگ ایرانی یک کسی دانشمند نباشه. ما هیچ چیزی رو نمیتونیم کورکورانه پیروش باشیم. خواهش میکنم جان. عجب، پس فرمودی فیثاغورس که من پیتاگور یا پیتاگورس باشه، گفته است که من شاگرد زرتشت بودم، اینو گفته در چه؟ درباره اون همینو میگن، یعنی خودشون فلسفه رو میبینن سرچشمش زرتشت بوده. سوال دیگر من این است که این به اصطلاح در زمان اشکانیان بوده که این سه مرد خردمندی که فرمودید، یعنی زمان آره در زمان اشکانیان بوده. وقت چرا در هیچ تاریخی این مسئله، اگه واقعا واقعی باشه که خود دشوار باور کردنه، چرا در هیچ تاریخی مدونی ما نمیده؟ یک کسانی اگر رفتند یا این نام رو این داستان رو برای این گفتند که ایرانی ها هم از ایران هم اینجا آمدند، مسیح رو دیدند. خود مسیح یعنی همون یسوع یا یشوع رو من یک بزرگوار بسیار ارجمندی میدانم. یک کسی بود که یک کارهایی رو که هنگامی که میبینیم کارهاش بیماننده و یک کسی بود که یک گلیر بی ترس کارهایی رو انجام داد که بدار کشیدنش اون جای خودش. ولی حالا یعنی مصلوبش کردن دیگه در حقیقت. آره با گذشت زمان همه همین دوران خود همین زرتشت رو چه چیزای افسانه های درباره ساختن. ما اسلام قرآن داریم، ناگهان میبینید 100 برابر قرآن یا بیش از اون باید بگم 1000 برابر قرآن حدیث داریم.
حدیث‌ها همشون 120 سال پس از درگذشت حضرت محمد بوده. همین چیزا همه اینها رو ما میبینیم با گذشت زمان یه چیزایی بهش افزوده میشه، افسانه هایی میشه، و باید برای همین من میگم باید اونها رو در اون چی باید ببینیم که درباره شون در همین نوشته های مقدس یا تاریخ های مقدس یا نوشته های مانند شاهنامه که بیماننده، هیچ کس همه تاریخ جهان رو از غارنشینی گرفته تا امروز ندارن جز این که بگن این کلام خداییست. ما شاهنامه رو کلام خدایی نمیدانیم، درسته؟ ما اونو تاریخ میدانیم و تاریخی است که از غارنشینی گرفته تا پایان شاهنشاهی ساسانی. خواهش میکنم جناب. آیا دکتر، آیا به اصطلاح چی میخواستم بپرسم در ارتباط با این برنامه که فرمودید، عجیبه یادم رفت، در مورد آیا در شاهنامه فردوسی اشاره اصولا شده است به مسیح یا نه؟ نه، هیچ. شاهنامه درباره از غارنشینی هم که آغاز میکنه گویا غارنشینی ایرانی است، مولا ایران زمینه، که ما این غارنشینی ها رو دیدیم که 1.5 میلیون سال پیش ما غارنشینی ایران داشتیم. بله داشتیم. از غارنشینی گیاهخواری، چگونه ما گوشتخوار میشیم، همه این داستانه ها رو تا اون زمان داریم. تنها کسانی رو که در آخر یاد میکنه اون همین تازیان عرب ها هستن. در غیر این صورت تماما مربوط به ایران هست و ملت ایران زمین. بله بله، خیلی خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر علی اکبر جعفری از وقتی که دادید برای ما و این صحبت رو. اگه نکته دیگری هست در این مورد اضافه بفرمایید، وگرنه که من دیگه وقت شما رو می‌شناسم. نه، خواهش میکنم دیگه. یک دنیا سپاسگزارم از جناب علی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. همه درود به همه شنوندگان گرامی. ممنونم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار و سپاسگزار. ممنونم. دوستان عزیز، با آقای دکتر علی اکبر جعفری بودیم، دانشپژوه مقیم جنوب کالیفرنیا، که در ارتباط با عرشه و سه مرد خردمند در مورد تولد حضرت عیسی مسیح و چیزی دیگه که شنیدید با ما صحبت کردن و تشابهاتی که وجود داشت اشارتی فرمودن. عرشه و یک ساق مساچی توضیح دارن در این باره که میخوان بدن، گوش میکنیم. سلام عرض کردم خدمتتون. روزتون بخیر. حال شما خوبه؟ همچنین شنوندگان عزیز. ممنونم جناب. بفرمایید. شما عرض بکنم که میفهمید 126 کلمه مقدس نیست. اون که کلمه مقدس 26 که جمع حروف یکی از القاب خداست. خب. جمعش میشه 26 و ضریبی از 26 مثل 52، 78 و 2600 اینها ضریبی از 26 هستن. 126 چون میخوام بیشتر از 26 دلار
دوستان پول بدن، اینه که 100 دلار هم روش اضافه میکنن. آها. بگنن 126 به خودی خود کلمه مقدسی نیست. اگر هم باشه من اطلاعی ندارم. به هر صورت جزی از اسم خدا نیست. اوکی. و یهودی های اشکنازی یعنی امریکایی و اروپایی اونا 18 رو در نظر میگیرن که اونم اسمی از خداست و به معنی حی یعنی زندگی که یکی دیگه از القاب اسم خداست. خیلی ممنون. تذکر بدم و کلمه کلیمی هم اینو در زمان رضا شاه ایشون درست کرد، چون بر ضد یهودی ها صحبت میکردن یک کلمه مندروردیه، یعنی که از من به معنی کلیم الله که حضرت موسی با خدا صحبت میکرد از این نظر، ولی کلمه درستش یهودیه. بله. من خوشحال میشم از این بعد این کلمه رو استفاده بکنی، اگرچه کلیمی هم ایرادی نداره. ایرادی نداره. یعنی کلیم الله، چون حضرت بله. موسی با خدا کلام به کلام صحبت میکرد و پیروانش میگن کلیمی. بله، مرسی عزیزم. متشکرم از آقای من. آقای مساجی خیلی ممنون. خوبی و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. همینطور برای شما از توضیحات ممنونم. خط 3 رو میگیرم. روز بخیر، بفهمید. الو. بله قربان. سلام علیکم آقای جاوید. سلام قربان، حال شما چطوره؟ بفهمید. حال شما خوبه؟ خسته نباشین. خیلی ممنون از برنامه‌های مثل همیشه، برنامه خیلی خوبه دون، آموزنده دون. من زنگ زدم که هم از شما تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خوبه دون، هم از آقای آلن که واقعا کارگردان فنی خیلی خوبی هستن. خیلی ماهر. اون آهنگای خیلی خوبی که میذارن و کریسمس رو بهشون تبریک بگم. مرسی خانم عزیز. و گفتم اگر میشه شما همینجور که از آقای آلن هم تشکر میکنین، آقای آلن رو حضوراً بیارین پشت میکروفون ازش تشکر کنین، و اگر میشه فردا که روز کریسمسه حداقل بهش اجازه مرخصی بدین که در کنار خانوادهش باشه. بله. واقعاً زحمت میکشن. خیلی ممنونم. مرسی خانم. من بارها از آقای آلن خواستم که خودشون یه کلمه بگن، چون میکروفون جلوشون هست، میگن نه 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 خودت بگو، نمیخوان بیان جلو، نمیده اخبار بو این قشنگی میگن. آقا صداشون بسیار زیباست، واقعا صدای بسیار زیبا و قشنگی دارن و با آهنگای قشنگی که میذارن، چون من برنامه پرشین رادیو گوش میکنم. بله. صبح زور شب شنبه یک شنبه همیشه آقای آلن هستن. به خاطر همین خواستم از شما خواهش کنم که فردا که روز کریسمسه حداقل بهش اجازه مرخصی بدین که در کنار خانواده‌اش باشه. والا دست من نیست، دست مدیریت رادیو هست، من کاری نیستم. در اصل خیلی ممنون از شما با برنامه‌های خیلی خوب و آموزنده دارن آقای جناب جاوید. واقعا برنامه شما دوست داشتنیه. خیلی ممنونم از شما. مرسی جناب. بازم از طرف خودم و میدونم که همه شنونده ها از آقای آلن هم تشکر میکنم به خاطر زحماتی که در این رادیو میکشن. خیلی واقعا مرسی عزیزم. کریسمسشون هم مبارک باشه. ممنونم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون باشه. مرسی جناب از تلفنتون. بله واقعا آقای آلن خیلی زحمت کش هستن، زحمت کشترین فرد این رادیو هستن ایشون. من به ذرس قاطع خدمتتون عرض میکنم. بریم چند آگهی رو گوش بکنیم، بعد برگردیم. داستان عاطفی هم خواهیم داشت، مطالب دیگه هم هست، با ما باشید. یک شاخه گل میتواند رویایی را در سر بیدار کند، یک پرنده میتواند رسیدن بهار را مژده دهد، یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد، و یک ستون از نور خورشید اتاقی را روشن می کند. خورشید را با فرخ جاوید دنبال کنید. دوستان عزیز، فرخ جاوید همراه با آقای آلن ابراهامیان در خدمت شما هستند با دنباله برنامه به دنبال خورشید در یک روز قبل از کریسمس. اشهد من در آستانه فرارسن کریسمس هر سال یادم هست که سنت من شده تقریبا داستانی رو بازگو میکنم که با توجه به اینکه امشب هم شب کریسمس هست دلم میخواد اینو براتون بگم. این داستان در حقیقت یک افسانه کاملا تخیلی هست درباره ملاقات حضرت عیسی مسیح با شیطان، ولی قبل از اینکه اون رو بخونم براتون یک قصه کوچیک دیگه هم باید قبلش بگم که به نحوی با افسانه مورد اشاره من مرتبط میشه. از شما دعوت میکنم که به این داستان گوش کنید. What child is this who lay to rest
یک کشیش مسیحی این داستان رو چنین نوشته و در داستان اینطور میگوید. میگوید که چندی پیش پسر بچه 10 سالی رو دیدم که با یک قفس زنگ زده و رنگ رو رفته از خیابانی میگذشت. در داخل اون قفس چند تا پرنده کوچک جیک جیک میکردند. جلو رفتم و پرسیدم: پسرم، این پرنده ها رو از کجا آوردی؟ پسر بچه گفت: تله گذاشتم با اونها رو به دام انداختم. پرسیدم: با اونها چه کار میخوای بکنی؟ پسر بچه گفت: میخوام با اونها بازی کنم. به گفتم: دیر یا زود از بازی کردن با اونها خسته خواهی شد پسرم، بعدن با اونها چه کار میخوای بکنی؟ پسر بچه گفت: 2 تا گربه تو خونه دارم که خیلی از پرنده خوششون میاد، بنابراین هر وقت از پرنده خودم خسته شدم اونها رو به گربه ها میدم تا بخورند و سیر بشند. به او گفتم: پسرم، به چه مبلغی حاضری پرنده ها رو به من بفروشی؟ پسر بچه تعجب کرد، لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت: اگر واقعا اینها رو بخواید بخرید، حاضرم با 2 دلار اونها رو به شما بفروشم. دست در جیبم کردم و 2 تا اسکناس 1 دلاری بود دادم و قفس زنگ زده را از او گرفتم. پسرک لبخند رضایتی زد و دور شد و من بلافاصله در قفس رو باز کردم و با زدن تلنگر به میله های اون پرنده رو تشویق کردم که به سوی آزادی پرواز کنند و دور بشوند. و ما قصه دوم که ظاهراً ارتباطی با قصه اول نداره اما به نحوی به اون شبیه است. و این همون افسانه است که درباره پیامبر مسیحیان داریم. میگویند که روزی از روزها در دوران حیات عیسی مسیح بین او و شیطان ملاقاتی دست داد. در این دیدار شیطان برای عیسی تعریف کرد که چگونه با پهن کردن یک تله بزرگ به اندازه تمام دنیا انسان‌ها رو به دام انداخته. عیسی مسیح از شیطان پرسید: با این همه انسانی که اسیر کردی چه کار میخوای بکنی؟ شیطان گفت: میخوام با اونا بازی کنم، میخوام اذیتشون کنم، میخوام اونا رو وادار کنم با هم دیگه ازدواج کنند و بعد هم طلاق بگیرند، میخوام اونا رو وادار کنم که با هم بجنگند و هم دیگه رو بکشند، میخوام به اونا یاد بدم که به طرف هم دیگه بمب پرتاب کنند، من میخوام با این کارها تفریح کنم و به انسانها بخندم. عیسی گفت: خب قدر مسلم تو نمیتونی تا ابد با انسانها بازی کنی و بالاخره یک روز از این کار خسته میشی، به من بگو که اون وقت با اونها چه کار خواهی کرد. شیطان گفت: اون وقت لعنتشون میکنم، نفرینشون میکنم و همه اونها رو یک به یک خواهم کشت. عیسی گفت: به من بگو با چه قیمتی حاضر اونها رو بفروشی؟ شیطان تعجب زده پرسید: شوخیت گرفته؟ اگر من این انسان ها رو به تو بفروشم، تو را آزار خواهند داد، به صورت تو آب دهان خواهند ریخت، از تو متنفر خواهند شد، تو را کتک خواهند زد و دست آخر تو را با میخ و چکشی به صلیب خواهند کشید. انسان ها موجودات خوبی نیستند. عیسی گفت: به من بگو به چه قیمتی حاضر اونها رو به من بفروشی؟ شیطان گفت: قیمت اونها به اندازه تمام قطره های عشق تو و تمام قطره های خون توست. عیسی مسیح قفس بزرگی پر از انسانها رو از شیطان گرفت و بهای اون رو به طور کامل پرداخت کرد و در قفس رو باز گذاشت. The sun.
بله دوستان عزیز، این هم داستان عاطفی ما مربوط به روز کریسمس که فردا هست. امیدواریم مورد پسند قرار گرفته باشه. عرشبت حضور انورتون، این آهنگ اسمش بود Green Sleeve تن بهش میگن و A Child Is Born. و نه What A Child، What A Child، بله اسمش این هست What A Child و Green Sleeve هم اسمش هست. اجراهای مختلفش بود که ما این رو براتون انتخاب کردیم که شنیدید و ما برنامه رو از Persian Radio دنبال میکنیم. در قسمت چیستان هامون برای امروز، من داشتم دیروز کاغذامو دیشب تو خونه جمع جور میکردم ببینم که چه دارم که عرضه بکنم. دیدم که از چندین روز پیش با یکی از همون چیستان هایی که به صورت کلمات به هم ریخته هست یا حروف به هم ریخته من مطرح کرده بودم، ولی هنوز ما جوابی نگرفتیم. بنابراین من تکرارش میکنم، اگر دوست داشتیم میتونی رو خط به من بگی که چی هست، اصل ماجرا چی هست. چندین کلمه هست براتون میخونمش، بار دوم هم هست مطرحش میکنیم. 6 تا واژه هست، 2, 4, 6, 7 ببخشید واژه هست که میگمشون، بعد به من فرمایید که اگه حروفش رو به هم بریزید و دو هم با هم ترکیبشون کنید به چه ذره مسئله میرسید که به صورت یک شعر هم هست. صورت، گنگنه، لاغر، ساعت، موسا، سهم، هجی. خب هوجه و یه هجی، سهم، موسا، ساعت، لاغر، گنگنه و صورت. فکرشو بکنی، اگه دوست داشتیم بیان رو خط به ما بفهمید. چیستان بعدی ما جدید هست در ارتباط با همین چیزا هستش، همین مخفف ها. خب من 3 حروف مخفف رو میخونم، نه دقیقا 3، مجموعی از 3 چیز مختلف هست براتون میخونم، به من بگید که اینها مخفف چه واژه‌ای هستن. یکی هست AM PM که در مورد ساعت میگیم. خب مثلا تا 12 ظهر یا 12 ظهر تا 12 شب چی هستش؟ AM همینطور PM، این یکی. دومی هست AFL CIO، AFL CIO. و سومیش هست WTO، WTO. خب به من بگیم مخفف چی هست. هر کسی که میخواد جواب بده باید از این 3، من نمیگم هر 3، حداقل 2 کاملا درست جواب بده و فقط این رو اگه تصمیم میگیره جواب بده، جواب بدهد دیگه سراغ چیستان دیگری مثل اون چیستان به صلاح کلمات به هم ریخته نروه. خب خب دوستان عزیز، ارشوات 818-981-1200 شماره استودیوی ما هست. اگه زنگ بزنید با ما کار داشته باشید در خدمتونیم. یکی از خطای ما زنگ میزنه. خط شماره 1، روز بخیر. سلام علیکم آقای جاوید. سلام از بنده است قربان، حال شما چطوره؟ حالتون خوبه قربان؟ خوبم قربان، مرسی عزیزم. من از تورنتو صحبت میکنم. از تورنتو کانادا. بله بله، اسمم مرتضاست، همشهری قدیمی شما هستم. ممنون، مرسی جونم، خیلی سپاسگزارم. هنوز یادم نمیده اسمتون چی هست. به هر حال اسم من مرتضاست. اوکی. و سابقا در مسجد سلیمان در خدمتتون بودیم. فامیلتون نمیخوای بهم بگین؟ میخواستم بگم که یادتون میاد که من با اون فروشگاه جاوید که شما داشتین، یادتونه؟ ما فروشگاه جاوید نداشتیم. نه، یه فروشگاه جاویدی بود مال که... ما نبود، مال ما نبود، ما هیچ وقت تو کار تجارت نبودیم عزیزم. پس من یادمه که من مدرسه محمد رضا شاه بودم. من اونجا نبودم. شما مدرسه ما اصلا نبودی؟ مدرسه ما بودم، من کلاس اول دبستانم و کلاس 12 دبیرستانم در مدرسه ما بود، سایر کلاس ها کلاس 12 دبیرستانتون در پیش در نفتون بود دیگه. بله دبیرستان امیرکبیر نفتون. بله بهش آقای پیش آقایی که ببینید حالا آقای سعادت بود، ناظم مدرسه. من یادم نیست، نه آقای دیگری بود، آقای اصفهانی بود. حالا مهم نیست، شما اگه امری دارید، اگه سوالی دارید بفرمایید. من خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو از رادیو شنیدم. خواهش میکنم. خیلی 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 اکسایتد بودم که با شما صحبت بکنم.
چون بعد از برنامه من زنگ بزنیم با هم دیگه مفصل صحبت بکنیم، ولی الان وقت برنامه رو نمیتونیم حرفای خصوصی بزنیم. ولی سپاسگزارم بعد از برنامه من یه 10 دقیقه دیگه تموم میشه، میتونید زنگ بزنید در خدمت. من خیلی خوشحال میشم بهتون. خواهش میکنم، با کمال میل. مرسی عزیزم. آقای مرتضی عزیز که امساری که من یادم نمیاد اسم فامیلشون چی است، اون نشانیام که دادن به من نمیخورد چندان. خب 818-981-1200 شماره استودیو ما هست. دو تا چیز هم داریم، یکی در مورد این چیز هست، مخفف ها هستش. AM PM مخفف چی هست، AFL CIO مخفف چی هست، WTO مخفف چی هست. یکی همون چند تا واژه بود که براتون گفتم که اینو حروفش رو در هم بریزید و دوباره ترکیب کنید ببینید به چه ذره مثلی میرسید. صورت، گنگنه، لاغر، ساعت، موسا، سهم و هجی. بله، و تا دوستان عزیز بخوان زنگ بزنن، اگر بخوان فکر بکنن، تحقیق بکنن دیگه میل خودشون تو تلفن کنن، فرصتی داریم عرض شود که من یک ماجرای جالب رو عرض کنم که ظرف یکی دو روز گذشته در یکی از باغ وحش‌های آمریکا در شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا رخ داده است. این برنامه رو گوش بکنیم، این ماجرا از چه قرار است. ماجرایی که میخوام براتون عرض بکنم، خدمتون تعریفشو بکنم، یک ماجرای واقعی هست. معلوم این است که ماموران باغ وحش در همین سان دیگو یک ببر مادر رو به درون قفس یک ببر نر بردند، با این هدف که بلکه اون دوتا از هم دیگه خوششون بیاد، با هم دیگه جفتگیری بکنن و نسل ببر افزایش پیدا بکنه. اما ببر نر معلوم نیست که به چه دلیل به جای اینکه به ببر ماده مهر ببرزه و برخورد رومانتیک بشه، حداقل ناگهان به حمله کرد و او رو کشت. به همین راحتی ببر ماده که تیگا تاهون اسمش هست، بر اثر زخم وارده به گردنش و مشکلات تنفسی که براش پیش اومد، جان خودش رو از دست داد. هر دوی این جانوران وحشی از نوع مالایایی بودند و برای هر دوی اونها این نخستین تجربه جفتگیری بود که میتونست باشه که انجام نگرفت. مقامات باغ وحش میگن که ابتدا این دو ببر نر و ماده اندکی با هم مغازنه کردند، خورنازه کشتن برای هم دیگه، اما ناگهان ببر نر تغییر موضع داد و به قصد کشت تیگا تاهون رو گاز گرفت و انقدر فشار داد که و ماموران هم نتونستن که اونا رو از هم جدا بکنند. اشاره کنند که ببر مالایایی نسلش رو به انقراض هست و برآورد می شود که فقط 500 تا از اون در حیات وحش وجود داشته باشه. 60 ببر مالایایی در باغ وحش‌های آمریکای شمالی نگهداری می‌شوند. بله، این آهنگ بسیار زیبا هم اسمش از Born Free، مال یک فیلم قدیمی هست، بسیار زیبا. یک بچه
یک سال رفتن همون طرف ها، دیدن که این طول شیر ماده در حقیقت صاحب خانواده شده، با یک شیر نر زن شوهر شدن و چند تا بچه داشتن. بسیار قشنگ بود. و ما تا امروز چندم دی هست؟ عرشبت که سوم دی هست، بعد سه شنبه سوم دی هست 92. تا از آغاز ماه دی فاصله نگرفتیم. اشاره کنم که در روزی مثل امروز، یعنی نه که مثل امروز، در ماه دی چه افراد بسیار معروفی به دنیا اومدن که در اینجا خدمتون به چند تاشون اشاره میکنم. از معروفترین کسانی که در ماه دی دنیا اومدن میتونیم اشاره کنیم به اسحاق نیوتن که در قرن 17 هم زندگی کرد، به دنیا اومد و در قرن 18 هم مرد. اسحاق نیوتن، دکتر آلبرت شوایتزر، بنجامین فرانکلین، کری گرانت هنرپیشه، ادگار آلن پو شاعر، جمال عبدالناصر، اسحاق آزیموف، شود یوهان کپلر ستاره شناس، خلیل جبران، لوی پاستور، مال ستونگ، مارتین لوتر کینگ، محمد علی، همین مشتن معروف، قاون سابق البته محمد علی جناح، همینطور شود یکی دیگه بود خیلی معروف، مهرشی مهش یوگی که مؤسس در حقیقت مکتب ترانسندنتال هست. مهرشی مهش یوگی در این ماه دنیا آمده. همینطور پرامهانسا یوگاناندا، با این اسامی جالب که حتما معانی خودشون دارن. پرامهانسا یوگاناندا در لس آنجلس در نزدیکی دریا یک معبدی هست که میگن مال این بوده است یا این بنیانگذارش بوده است. من یکی دو بارم رفتم محض تماشا و عکس برداری و اینها، جالب هست. همینطور پل سزان سال و سال خواهیم داشت، یک داستان عاطفی هم خواهیم داشت که من پیشا پیش امروز ضبط کردم، فردا پخش میشه، به اضافه یک برنامه‌ای که ما داشتیم در ماه اکتبر گذشته که اون رو براتون پخش خواهیم کرد. فردا در اول برنامه خواهید شنید با بدنج با خانم شیدا واسقی بودیم، مصاحبه شونده ما بودن. یکی از خطا رو میگیریم. خط شماره یک، روز بخیر، بفرمایید. الو. بله قربان، سلام عرض کردم. روز به شما. سلام قربان. سال نو مسیح که حالا تا هفته دیگه وقت داریم، ولی تولد حضرت عیسی براتون مبارک باشه و تولدتون که یکی از بهترین انسانایی هستین که در دی ماه به دنیا اومدین. اینو بعد اول تبریک به مادر عزیزتون بگم که واقعا خانومش که سپاسگزارم. بعدش هم به شما گفتم. خواهش می‌کنم. ان شاءالله که همیشه سالم و سر حال باشین و ما رو معتاد برنامه‌هاتون کردین. ممنون که گوش. امروز هم که روز خاصیه، ما تو خونه نشستیم که حالا فردا اگه بودم حتما گوش میدم، برای اینکه واقعا برامون خیلی بله جالب هست. در مورد کریسمس صحبت کردیم، داستان قشنگی دارم، فردا ضبطش کردم که فردا پخش میشه. بله خیلی ممنونم که آقای آلن هم تبریک میگیم. مرسی جانم. شده که سالم و سرحال باشین، برقرار باشین و به امید همیشه های بهتر. ممنونم، مرسی جانم، خدا نگهدار. زیر من تولد آقای پروفسور ابراهیم ویکتوری هم در ماه دی هستش، یادمون نره بشین تبریک بگیم. خط شماره سه، روز بخیر، بفرمایید قربان. میخواین صحبت کنین؟
الو. بله قربان، سلام عرض کردم. من میتونم با آقای علین صحبت کنم لطفا؟ بله آقای علین، خط سرویسم برمیشم. دوستان عزیز، عرض شود که ما چقدر دیگه داریم، 2 دقیقه بیشتر به پایان برنامه‌مون نیست و کسی به سوالات ما جواب نداده هنوز. فردا که چیستان رو نخواهیم داشت، روش فکر بکنین. روز پنجشنبه پس فردا در خدمت خواهیم بود. زندگی، اگه دوست داشتین جواب بدهید به ما بگویید که اینا چه بودن. این 1-2 دقیقه آخر رو صرف 2 تا مطلب خیلی خیلی کوتاه میکنم که 2 نفر از شنوندگان عزیزمون از ایران بر بنگرو فیسبوک یا از طریق ایمیل بر من فرستادن جالب توجه است و حسن ختام میتونه باشه با برای برنامه امروزمون. یکی از دوستان نوشتن که خوشا به حال مسافرکشان میدان آزادی که چه آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادی، و رهگذری خسته میپرسد آزادی چند؟ و من رهگذری رو دیدم که از راننده پرسید آزادی کجاست؟ و راننده گفت آزادی رو رد کردی، آزادی قبل از انقلاب بود. یادتون باشه که هم آزادی و هم انقلاب 2 تا اسم هستن بر روی میدان ها و خیابان های بعد از انقلاب ایران. میگوید آزادی رو رد کردی، آزادی قبل از انقلاب بود. و یکی هم در ارتباط با شب یلدا بوده است، خانم حیدری نوشتن که زمستان ثانیه به ثانیه نزدیک میشود، یعنی البته من چند روز پیش بودم، یادتان نرود که از اینجا که در اینجا کسی هست که به اندازه تمام برگ‌های رخصان پاییز برایتان آرزوهای خوب دارد. خوشی‌هایتان به درازای هزاران شب یلدا باد. یلدا مبارک. خیلی ممنونم خانم عزیز از ایران. خب دیگه باید رفت دوستان عزیز، تا فردا که عرض کردم برنامه خواهیم داشت قطعا، ولی به صورت غیر زنده پس فردا خدمت خواهیم بود. از ممنونم از آقای علین عزیز، تا بعدن باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.